سلام بیننده های عزیز کوچه پلاس. طالبان اعلام کرد که نماز عید فطر در قندهار با امامت ملا هبت الله برگزار شد. سخنگوی طالبان میگوید نماز عید فطر در قندهار با امامت رهبر این گروه و شرکت هزاران نفر برگزار شد. ذبیح الله مجاهد هیچ تصویری از ملا هبت الله خونزاده منتشر نکرده است. به گفته منابع محلی، طالبان امروز شبکه‌های مخابراتی را در قندهار و برخی شهرهای دیگر قطع کردند. ذبیح الله مجاهد صبح چهارشنبه 22 حمل با انتشار یک عکس در حساب کاربری خود در اکس نوشت که نماز عید با امامت ملا هبت الله در عیدگاه مرکزی شهر قندهار برگزار شد. شهروندان همچنین خبر دادند که خدمات مخابراتی در ولایت‌های غور، بلخ و هرات هم قطع شده است. طالبان تا کنون توضیح در این مورد نداده است، اما این گروه در روزهای گذشته تدابیر نسبتاً گسترده برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در عید به ویژه در قندهار روی دست گرفت. بیشتر منابع معتبر ویدیوهای به افغانستان انترنشنال فرستادند که در آن دیده می شود طالبان در اطراف مسجد عیدگاه قندهار دیوارهای امنیتی به خاطر امنیت رهبرشان ساختند. نگرانی طالبان از هدف قرار گرفتن هبت الله خونزاده رهبر این گروه هنگام نماز عید فطر بود. همزمان ملا شیرین والی طالبان در قندهار هم گفت که نیروهای ارتش، استخبارات و واحد نیروهای ویژه و نیروهای اضافی این گروه برای امنیت در شهر قندهار و تمام ولسوالی ها مستقر شدند. از سوی هم مارشال عبدالرشید دوستم به مناسبت عید فطر گفت که شمار از شهروندان افغانستان به دلیل ظلم طالبان در کشورهای مختلف آواره شدند. آقای دوستم در دیدار با شمار افغانهای مقیم ترکیه گفته که رهبران سیاسی پیش از این نیز مهاجر شده بودند که به گفته او آنها دوباره افغانستان را آزاد کردند و طالبان را شکست دادند. سپاس از اینکه با ما بودید. برای خبرهای بیشتر ما را دنبال کنید.